سلام خدمت همه همراهان گرامی. با مهمترین اخبار سرکوب و نقض حقوق بشر روز شنبه 17 آذر ماه 1397 در ایران، از نه به زندان نه به اعدام در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. زندانی سیاسی افشین باایمانی که در حال حاضر 19مین سال حبس خود را در زندان رجایی شهر می‌گذراند، به صورت غیابی به پرداخت 1,200,000,000 ریال دیه محکوم شد. این حکم بدون تشکیل دادگاه و حضور آقای باایمانی انجام گرفته و به صورت شفاهی به ایشان ابلاغ شده است. محکومیت افشین باایمانی به پرداخت این مبلغ جهت هزینه نگهداری از مأمور آسیب دیده در هنگام بازداشت برادرش مهدی است. افشین باایمانی به اتهام کمک به برادرش در سال 79 بازداشت شده است. زندانی سیاسی زینب جلالیان که 11مین سال از دوران حبس خود را در زندان خوی سپری می کند، با انتشار نامه‌ای به بازداشت وکیل خود امیر سالار داوودی اعتراض کرد. زینب جلالیان در نامه خود نوشت: همزمان با بازداشت شما، من نیز از سوی مسئولین زندان تحت فشار قرار گرفتم، مورد آزار و اذیت قرار گرفتم و کلیه وسایل شخصیم ضبط شده و دیگر تحویل نمی دهند. شما سلامت باشید. این فشارها برای من عادی شده است و دیگر غمی نیست. غم من شما و امثال شماهایی هستید که دست یاریگرتان توسط سیستم سیاسی حاکم تحمل نمی شوند. مشت زدن بر پیکر شما، شماهایی که همیشه پشتیبان کسانی بودید که پشت میله های زندان بودند. این به شدت انسانهای مبارز و دلسوز را اندوهگین می سازد. صبح روز سه‌شنبه 13 آذر ماه حکم اعدام یک زندانی به نام جمشید آقا رحیمی اهل حاجی آباد در زندان مرکزی بندرعباس اجرا شد. اتهام وی قتل عمد بود و 15 روز قبل از اعدام او را از زندان حاجی آباد به زندان بندرعباس منتقل کرده بودند. در همین روز حکم اعدام یک زندانی به نام بهزاد ادیب در زندان مرکزی کرج به اجرا درآمد. اتهام بهزاد ادیب قتل دوستش بود. وی تا آخرین لحظه منکر قتل بود و علت مرگ دوست خود را تزریق مواد مخدر می دانست. بر اساس گزارش یک منبع، آقای ادیب مرتکب قتل نشده بود و مقتول بر اثر تزریق مواد مخدر قلبش ایستاده و منجر به مرگ شده بود. این زندانی تا لحظه آخر گفته بود: من بی گناهم. با تشکر از همراهی همه شما، اوقات خوشی رو براتون آرزو می کنیم. خدا نگهدار.